امروز میخوام یه کیک موز خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. اینجا 165 گرم کره بدون نمک دارم که به دمای محیط رسیده. این رو یک مقدار میزنم تا باز بشه و بعد شکر رو بهش اضافه میکنم. الان 150 گرم شکر رو بهش اضافه میکنم و میزنم تا کاملا کره و شکر حالت پفکی پیدا کنه. یک مقدار که به این صورت کره و شکر زده شد، حالا بایستی 3 عدد تخم مرغ رو دونه به دونه اضافه کنیم. ولی من چون 2 عدد زرده تخم مرغ هم اضافی داشتم، این رو میخوام در این کیک اضافه کنم، ولی شما اجباری ندارید این 2 عدد زرده رو اضافه کنید. چون اینجا اضافی بوده، من میخوام در این کیک اضافه کنم. اگر شما هم مایل هستید که 2 تا زرده اضافه کنید اضافی، میتونید، ولی اجباری نیست. دارم میگم من چون این زرده ها رو اضافی داشتم، خواستم اسراف نشه، اضافه کردم در این کیک. بسیار خوب، الان این 3 عدد تخم مرغ رو درون این کاسه میشکنم و یک مقدار میزنم تا باز بشه، بعد اضافه میکنم به شکر و کره. ببینید عزیزان، 3 عدد تخم مرغ هست که به صورت کامل من دارم اضافه میکنم. در این رسیپی شما اجباری ندارید که 2 عدد زرده هم بهش اضافه کنید. چون من 2 عدد زرده اضافی داشتم، اضافه کردم. تخم مرغ ها رو به این صورت میزنیم تا یک مقدار باز بشه. نیازی نیست که تخم مرغ رو زیاد بزنید که باعث ایجاد حباب بشه. تا همین حد که میکس شد کافی هستش. و الان کم کم به شکر و کره اضافه میکنم. بهتره که تخم مرغ رو در 10 قسمت به این کره و شکر اضافه کنید. اینطوری مواد بهتر با هم ترکیب میشن. به این صورت. این آخرین مرحله بود که تخم مرغ رو اضافه کردم. حالا کل دور ظرف رو تمیز میکنم تا کره و شکر کاملا با تخم مرغ مخلوط بشه. بسم الله. حالا یک مقدار اندازه 1/4 قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنم تا این حد. من دارم از اسانس وانیل استفاده میکنم. شما اگر خواستید از وانیل اکسترکت یا وانیل پیست استفاده کنید، 1/2 قاشق چای خوری کافیه. و این موز ها رو هم به این صورت، 2 عدد موز هست که حدود 200 گرم میشه، به این صورت با دست خورد میکنم و اضافه میکنم چون که میخوام میکسشون کنم. بسیار. الانم که دستامو مجددن شستم چون که میخوام بقیه کار رو انجام بدم. بسیار خوب. کل این مواد رو مجدد میزنیم. پس 200 گرم هم موز داشتیم. بسیار. اینجا 145 گرم آرد مخصوص قنادی دارم، 30 گرم نشاسته ذرت،
9 گرم بیکینگ پودر و یه نیشکون نمک. اینها رو با هم کاملا مخلوط میکنم تا میکس بشن. میتونید الک هم بکنید ولی من دیگه هم نمیزنم، چرا که همین هم زدن میتونه کار الک کردن رو برای من انجام بده. به این صورت حالا قاشق قاشق از این آرد به مایه اضافه میکنم و میزنم. بسیار مایه کیک من آماده شد. بسیار خوب، من این قالب رو با کره چرب کردم، روش رو آرد پاچیدم و آرد اضافیش رو گرفتم. اینطوری قالب من دیگه اگر کیک درونش بپزم بهش نخواهد چسبید. مایه کیک رو کاملا یک بار دیگه با دست هم میزنم تا کل مواد و آرد با هم مخلوط شده باشه. خب کاملا الان مواد با هم مخلوط شده، یک رایحه بسیار خوشمزه از موز در اینجا پیچیده که باورتون نمیشه. بهتره که یکی دو بار قالب رو روی میز کارتون بزنید تا اگر حبابی درون کیک هست خارج بشه. فر رو از قبل با حرارت 160 درجه سانتیگراد گرمش کردم. بهتره که اجاق رو از نیم ساعت قبل گرم کنید تا دمای درون فر شما به دمای 160 درجه مطلوب برسه. حرارت بایستی از بالا و پایین روشن بشه، فن فر هم بایستی خاموش باشه. دوستان عزیزی که اجاقشون فرشون فقط از پایین روشن میشه، درجه حرارت روی 175 درجه سانتیگراد باشه، هیچ مشکلی برای پخت کیکتون نخواهید داشت. خب من این رو میبرم الان بذارم درون فر، فکر میکنم حدود 30 تا 45 دقیقه طول بکشه که بپزه. البته بستگی داره، بایستی ببینیم که به چه صورت میشه، بعد بهتون خواهم گفت که دقیقاً چند دقیقه درون فر قرار گرفت. بسیار خوب دوستان عزیز، این هم از کیک من که پخت آماده شده. یه چند لحظه میذارم درون قالب بمونه تا خنک‌تر بشه و بعد از قالب خارجش میکنم، میذارم روی توری تا کاملا خنک بشه و بعد سروش میکنم. بسیار خوب دوستان عزیز، کیک رو من از قالب خارج کردم و میذارم روی این توری بمونه تا کاملا خنک بشه. این هم کیک موز که آماده شد، بسیار خوش رایحه هست. بهتون قول میدم خیلی خیلی خوشمزه است این کیک، حتما تهیهش کنید. من با یک مقدار پودر شکر روی این کیک رو تزیین کردم. این کیک نیاز به تزیین نداره به نظر من، چون که خیلی خوشمزه است و سادگی خود این کیک میتونه یک نوع زیبایی باشه زمان سرو. اگر شما مایل هستید این کیک رو با خامه سرو کنید، میتونید یک برش از این کیک رو در بشقاب قرار بدید و یک قاشق از خامه رو هم کنار کیک بذارید. نیازی نیست روی این کیک رو شما بخواید خامه بکشید، ولی باز هر جور که خودتون مایل هستید میتونید سروش کنید. با اجازهتون من این کیک رو برش نمیدم، به دلیل اینکه دوستان من برای چای عصر میان خونه من و قرار این کیک رو با هم نوش جام کنیم. شما خودتون این کیک رو تهیه کنید و حتما خوشحال میشم که نظرتون رو هم راجع به این کیک بدونم. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، خدا نگهدارتون. ببینید عزیزان.